بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. به مناسبت سال روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام، شهر کانو در نیجریه غرق در شادی و سرور شد. گفتنی است مردم نیجریه 10 روز متوالی است که شاهد برپایی تجمعات جشن و سرور به مناسبت این اعیاد بوده و مردم با پرچم سبز و پوشیدن لباس‌های محلی و خواندن اشعار و مولدی هایی در مدح و ثنای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام ارادت خود را به این بزرگواران نشان دادند. حجت الاسلام شیخ مصطفی آخوند از مبلغان دینی و مسئول مرکز حضرت امام علی علیه السلام در کشور آمریکا روز گذشته در بیت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم حضور یافت. وی ضمن ملاقات با معظم الله در رابطه با اوضاع مسلمانان به ویژه شیعیان آمریکا و همچنین فعالیت‌های دینی و تبلیغی مرکز حضرت امام علی علیه السلام با ایشان گفتگو کرد. علی السرای مدیر مرکز اندیشه اسلامی اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر بغداد در مراسم اهدای لباس فرم و لوازم التحریر میان دانش آموزان نیازمند شهرک حریه بغداد شرکت کرد. لازم به ذکر است این مراسم از سوی مؤسسه حمایت از زنان و کودکان احباب التقی برگزار شده بود و تیان به ده‌ها دانش آموز نیازمند لباس فرم مدرسه و لوازم التحریر اهدا شد. دکتر بلاسم عزیز الزاملی، رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه شهر مقدس کربلا، همزیستی مسالمت‌آمیز و عدم تبعیض را زمینه ساز دستیابی به امنیت، ثبات اجتماعی و اقتصادی و اطمینان روحی و روانی در کشور دانست. الزاملی در سخنان خود که به مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایراد می‌کرد، به اعمال و سخنان تبعیض آمیز و فرق گرایانه اشاره کرد و نسبت به آنها هشدار داد و خواستار تعالیم زیبای محمدی شد. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی تایید کرد که محصولات حلال به دلیل مزایایی که از آن برخوردارند می توانند در بازار جهانی مواد غذایی رقابت کنند. وی در بیانیه در جریان نمایشگاه بین المللی محصولات حلال مالزی طی سخنان اظهار داشت، تعریف محصولات حلال طی چند دهه گذشته تکامل یافته و تنها به این معنا نیست که غذا یا نوشیدنی مورد نظر حاوی گوشت خوک یا الکل نباشد، بلکه حلال امروز علاوه بر پایبندی به آموزه‌های اسلامی، امنیت غذایی، نظافت، شامل استفاده از روش‌های پیشرفته در تولید نیز هست. دادگاه جنایی مرکزی عراق از صدور احکام اعدام برای 3 جنایتکار وابسته به گروه سنی‌های تندرو و تروریست داعش خبر داد. مرکز رسانه شورای عالی قضای عراق با انتشار بیانیه اعلام کرد دادگاه کیفری مرکزی عراق احکام اعدام این 3 مجرم را به اتهام عضویت در گروه سنی‌های تندرو و تروریست داعش و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان صادر کرده است. ازبکستان در شهر مرزی ترمز با افغانستان اقدام به بازگشایی 1 مرکز تجارت بین المللی جدید با هدف تقویت تجارت منطقه‌ای و ایجاد فرصت‌های تجاری کرده است. گفتنی است این مرکز تجاری در منطقه آزاد اریتوم در ساحل آمودریا، رودخانه‌ای که مرز بین ازبکستان و افغانستان قرار دارد، واقع شده است. شایان ذکر است این منطقه تجاری با هزینه حدود 70 میلیون دلار ساخته شده و 36 هکتار وسعت دارد و توسط نیروهای ویژه و پلیس محافظت می‌شود. دانشمندان میگویند استفاده از ویدیو یا تصاویر متحرک پس زمینه‌ای در زمان کنفرانس‌های ویدیویی می‌تواند باعث خستگی ذهنی و جسمانی شود. به گفته آنها، ذهن و مغز انسان برای پردازش پس زمینه‌ای که مدام در حال تغییر است، به تمرکز و صرف انرژی بیشتری نیاز دارد. لازم به ذکر است، نتایج این تحقیق در مجله مرزهای روانشناسی
منتشر شده است. اخیراً دانشمندان موفق به شناسایی یک جت کیهانی بزرگ به نام پروفیریون شدند که به طول 23 میلیون سال نوری و معادل 140 کهکشان راه شیری کشیده شده است. این جت ها از یک سیاه‌چاله فوق‌العاده بزرگ در مرکز یک کهکشان دوردست به بیرون پرتاب می شود و انرژی معادل تریلیون ها خورشید را منتشر می کنند. این پدیده بزرگترین ساختار شناخته شده است که از یک جسم نجومی واحد ایجاد شده و به فاصله‌ای حدود 200 کوینتیلیون کیلومتر تأثیر می‌گذارد.